بازگشایی مکاتب دخترانه بامیان غیرحاضری دانش آموزان پسر نگران کننده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیو های کانال کابلو آیز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه هشت صبح در روی برگی رسمی فیسبوک خود می نویسد: بازگشایی مکاتب دخترانه بامیان غیرحاضری دانش آموزان پسر نگران کننده است. منابع از ریاست معارف طالبان در بامیان می گویند که در حوزه های مکاتب های دخترانه دوره های متوسطه و لیسه در این ولایت به گونه غیر رسمی باز شده و دختران به صنف های درسی حاضر می شوند. یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر روزنامه هشت صبح گفت که هرچند وزارت معارف طالبان به گونه رسمی در مورد بازگشایی مکتب های دختران هدایت نداده، اما در برخی ولایت های کشور به شمول بامیان دانش آموزان دختر بالاتر از سن ششم اجازه یافتند و مکتب حاضر شوند. به نقل از منبع، دانش آموزان دختر که دوره های متوسطه و لیسه مشغول آموزش هستند توسط آموزگاران زن تدریس می شوند. با گفته منبع، صنف هایی که پیش از این مختلط بودند جدا شده است. نظر به معلومات منبع، پیش از این هم برخی مسئولان ریاست معارف طالبان در بامیان هدایت داده بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه فعال شوند، اما این کار به دلایل انجام نشده بود. به گفته منبع، نشست های میان ریاست معارف و مسئولان برخی مکاتب دایر و در نتیجه این نشست ها فیصله شد که برای دختران دانش آموز نیز اجازه داده شود تا به صنف هایشان حاضر شوند. همینطور در نشست هایی که میان مسئولان ریاست معارف طالبان و مکاتب دایر شده بر راحت اجاب از دانش آموزان دختر تاکید شده است. در نشست های مذکور همچنان فیصله شده که صنف های مختلط باید تفکیک شوند و تنها آموزگاران زن و دانش آموزان دختر تدریس کنند. پس از سقوط حکومت پیشین، نهادهای تعلیمی و تحصیلی کشور برای مدتی از فعالیت باز ماندند. پس از مدتی وزارت معارف طالبان اجازه سرگیری فعالیت مکاتب پسرانه را صادر کرد، ولی به مکاتب دخترانه اجازه فعالیت ندادند. این کار طالبان در داخل و بیرون از کشور با واکنش های تندی روبرو شد. حتی برخی نهادهای بین‌المللی این تصمیم طالبان را نقض سریع حقوق کودکان دانستند. طالبان اما این موارد را رد می کنند و می گویند کانون مانع رفتن دختران به مکتب نمی شوند، بلکه روی مسائل ترانسپورتی و نه حضور دختران به مکتب کار می کنند و با نهایی شدن آن دختران اجازه خواهند یافت تا با آموزش ادامه دهند. 90% دانش آموزان لیسه پسران مرکز بامیان غیر حاضرند. در همین حال شماری از آموزگاران لیسه پسران مرکز بامیان از غیر حاضری به پیشنهاد دانش آموزان پسر ابراز نگرانی می کنند و می گویند در صورتی که وضعیت به همین منوال ادامه یابد، روند تعلیمی در این ولایت و سراسر کشور ضربه جبران ناپذیر وارد خواهد شد. یک آموزگار این مکتب که نخواست از او نام برده شود بر روزنامه هشت صبح گفت که در حال حاضر حدود 80-90% دانش آموزان پسر به مکتب حاضر نمی شوند. این آموزگار افزود که یکی از دلایل عمده غیرحاضری دانش آموزان پسر ناامیدی و مهاجرت از کشور است. طبق معلومات این آموزگاران، لیسه پسران مرکز بامیان شمار زیادی از دانش آموزان کشور را ترک نکردند نیز به مکتب حاضر نمی شوند. طبق معلومات آموزگاران این مکتب، شماری از خانواده هایی که در زمان سقوط بامیان به دست طالبان به ولسوالی ها و مناطق دوردست فرار کرده بودند به دلیل ترس و دلهوره هنوز برنگشتند.
بر اساس گفته های این آموزگار، غیرحاضری 90% دانش آموزان مکتبی که حدود 7,500 دانش آموز دارد، چیزی جز بی‌باوری مردم به طالبان را نشان نمی دهد. مسئولان لیسه پسران مرکز بامیان بیشتر در مناسب بزرگداشت روز معلم نیز گفته بودند که از مجموعه 7,500 دانش آموز این مکتب تنها 200 تن به درس هایشان حاضر می شوند، آماری که بسیار نگران کننده است. با این حال جواد یکی از دانش آموزان سنف 12 لیسه پسران مرکز بامیان می گوید که شماری از همصنفان او پس از تحولات اخیر به کشورهای همسایه و یا ترکیه مهاجرت کردند. جواد می افزاید آنهایی که در بامیان هم هستند بنابر دلایلی از جمله نامیدی به مکتب حاضر نمی شوند. برخی از همصنفی های جواد به وی گفتند مکتب را چی کنیم وقتی که میان بی سواد و با سواد هیچ فرقی نباشد. اسدالله امانی عامل لیسه پسران مرکز بامیان نیز میگوید که طالبان بر روز 6 ماه سنبله سال جاری خورشیدی هدایت داده تا شاگردان صنف اول الی 6 به درسهای خود حاضر شوند. اما طبق معلومات آقای امانی از آن روز تا کنون بسیاری از دانش آموزان به مکتب حاضر نمی شوند. او از خانواده های بامیانی خواست که فرزندانشان را به مکتب بفرستند تا روند آموزش و پرورش آسیب نبیند. عامر لیسه پسران مرکز بامیان تاکید کرد که آموزگاران به وظایف خود حاضرند و از این ناحیه مشکلی ندارند. آموزگاران لیسه پسران مرکز بامیان میگویند که هرچند یک نشست نیز در خصوص غیبت دانش آموزان با شورای والدین و مسئولان ریاست معرف طالبان برگزار شده، اما با آن هم تغییر در آمار دانش آموزان غیر حاضر به میان نیامده است. طبق یک خبر دیگر، صفحه جنگجویان افغانستان در روی برگی رسمی فیسبوک خود می نویسد خبر تازه مقاومت ادامه دارد. گفته می شود که یار محمد دوستم با افراد زیاد وارد شبرخان شد. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.